به نام خدا و سلام بر شما در این برنامه. کابل در مسیر دیپلماسی موفق، از پذیرش کاردار امارت اسلامی در کازاخستان تا آغوش باز امارات به امارت افغانستان. پس از پذیرش اعتبارنامه سفیر امارت اسلامی در امارات متحده عربی، کازاخستان نیز از پذیرش کاردار امارت اسلامی خبر داد. کابل این حرکت ها را پیشرفت سیاسی در روابطش با جهان خواند. افغانستان اسلامی امارت دیپلمات مولوی محمد رحمان رحمانی د افغانستان د سفارت د 16 پیر په توګه منلای دی. دا دواړه په سیاسي ډګر کې پامول پرمختګونه دي. چه چیزی کشورهای منطقه را به تعامل بیشتر با کابل تشویق کرده و آیا امارت اسلامی یک قدم تا به رسمیت شناسی فاصله دارد؟ اینجا در فراخبر. من شمس همانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان عبدالحی قاند آگاه رابط بین الملل اینجا در استودیو و آقای سید بلال فاطمی آگاه رابط بین الملل هم از طریق اسکایپ وصل هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین به بحث. آقای قاند، اگر با شما آغاز بکنیم، این چطور به این موفقیت کابل چطور دست یافت که در دو روز دو حرکتی که بسیاری ها انتظارش هم نداشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی محترم مکاتون کو تاسی محترم ملمت سلامونه احترامات. و علیکم السلام. اغه پرمختګونه چې موږ تاسو نن سبا په دې اړیکو کې ګورو، طبي خبره ده چې د لپاره ډیره زیاته کورنۍ دنده شوې ده. د امارات سره اړیکې کوم تاسو وګورو، مثلا د تیر امارات نه راپېږي، به د امارات تیر شل کلن جمهوریت په وخت کې هم د امارات او د امارات اړیکې شته، او لاغه وروسته چې کله په 2020 کې اسلامي امارات حاکم شو، لاغه وروسته هم بیلابیل وختونو کې وفتونه سره تلی راغلي، ډیپلوماتان تبادله شوي. د ترڅنګ له ټولو مهم موضوع هغه د کابل د هوایي ټکر هغه قرارداد و چې د امارات سره وشو، چې ډیر په اصطلاح باندې مهم قرارداد و چې له نورو هیوادونو سره یې همدې سیمه کې خبرې روانې وې، خو بالاخر له متحده عربي امارات سره په ده باندې توافق وشو. دغه ټول پیشرفتونه که سړی راواخلي، داسې پوهېږي چې د پیشرفتونه له پخوا پیل شوي دي. امانن موږ تاسې ګورو په دې منتج شو چې در نهایت اعتماد به دست آمده. په نړۍ کې دویم هیواد شو امارات چې د چین وروسته د اسلامي امارات رسمي سفیر ومنه، او دا د امارات او د امارات اړیکې پرته له کانټکسټ کتل نه دي پکار، ځکه پخوا هم تیر امارات کې هم درې هیوادونه اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی وو. چې یکی از اینها امارات بود، ولی قزاقستان چرا؟ قزاقستان دا دوه هیوادونه چې په یو وخت کې دا پیشرفتونه رامنځته شول، موږ تاسې بحث پرې کوو، اما ګټې د دواړو مختلفې دي. د اماراتو د اسلامي امارات سره بېلې ګټې او بېل مشترکات دي، اما د قزاقستان که موږ تاسې ګورو تر ډېره حده پورې له سیاسي زیات اقتصادي ګټې دي په افغانستان کې. قزاقستان د مرکزي اسیا له ټولو لوی هیواد دی، او موږ تاسې ګورو اوکراین جګړه ده چې قزاقستان نشي کولی د روسیې لارې شرقي اروپا ته ورسیږي. هغوی ته دغه د سویل اسیا لارې ډېرې زیاتې مهمې دي، او په دې اساس باندې له افغانستان سره ډېره وخته په دې رابطه کې دی. د دوی د خارجه وزارت سیاسي موین افغانستان ته سفر درلود له دې مخکې. هغوی ګوري چې د افغانستان له لارې د ترانزیټ په استفاده کولی شي چې خپل تجارت ورغوي. د دې لپاره فکر کوم د دې اړتیا وه چې ډیپلوماتیکه سطح باید پورته شي. تشکر، سپاسگزار شما. آقای فاطمی، شما چطور میبینین به این حرکت ها، و آیا این یک دستاورد بزرگ برای امارات اسلامی است؟ و از طرف دیگه چه چیزی دلگرم ساخته امارات متحده عربی، قزاقستان و کشورهای دیگر را که روابطش با امارات اسلامی داره گسترش می‌یابه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای شمس، مهمان گرامی و بینندگان برنامه شما. ممنون شما. از نقطه نظر مسلکی و اکادمیک اگر ما بر میبینم، ما به این دستاورد کلان نمیگم، چرا که ما بارها به این گفتیم که اگر چیزی حق شما باشه و او را به غیر قانونی از شما کسی گرفته باشه پس برتان بده، او بر شما کدام احسانی نیست، بلکه او حقتان بود که در بزور غصب شده بود بر شما. چرا که در جهان نظام ها که تغییر میخوره، اگر روابط به سطح سفارت نباشه، در سطح دوم یعنی به سطح 16 فیر و سطح کنسلی، این حق از مملکت است. چرا سفارت نمادی از دولت است، نمادی از یعنی بخش از سرزمین شماست،
و هر کس که در اونجا نمایندگی میکنه اون نمایندگی از دولت میکنه، یعنی با وجودی که کارهای حکومت است با پیش میبره، اون نماینده دولت است، نماینده سرزمین است و هر کسی که او را تعیین میکنه او زعیم یا به حساب رئیس جمهور که زعیم دولت میباشه و او به اساس پیشنهاد حکومت اون نفر به ایجای معرفی میکنه. از این خاطر است که حکومت ها که تغییر میخوره سفیرا دفعتا تغییر نمیخوره، سفیرا در جای خود میباشه، سفارت ها کار خود پیش میبرن. ولی چون این هم شد خب در بسیار از کشورها سفیران جمهوری اسلامی افغانستان هم هنوز هم هستند و بودند، اما همین که رسما آماده میشه سفیر امارت اسلامی را در حالی که این حکومت را رسما به رسمیت نمیشناسه سفیرش را بپذیره، این حرکت به نحوش پیشرفت نمیتونه باشه، از طرف دیگه چی غصب شده بوده؟ ببینه لحاظ حقوقی غصبی شده، وقتی که نظام تغییر میخوره هیچ وقت سفارت ها با حالت تعلیق نمیدره، این دهش در جهان نورم نیست. یعنی ما براتون به چلنج میگم که نه در قوانین ملل متحد، نه در کنوانسیون های دیپلماسی که به حساب کنوانسیون 1963 و 1964 است، در اردو کنوانسیون ها یا در کنوانسیون شیکاگو، در هیچ جایی تو مراویدی نیست که حکومت تغییر بخوره و او سفارت در حالت تعلیق داره. همه سفارت هایی که در اروپا در حالت تعلیق است اونا نه مربوط افغانستان هستن و نه کدام سرپرست و کدام پدر و مادری دارن، یعنی یتیما و ریستن. یه در کدام نقطه دنیا است؟ ببینید سه حالت است همیش تشریح کردیم، یا روابط به سطح سفارت به رسمی است یا به سطح دوم فعلا روابط چی است آقای فاطمی؟ یا مطلق از بین بردن و کنسل کردن سفارت است. رابطه ای که افغانستان با چین داره آقای فاطمی، رابطه که افغانستان با چین داره، با امارات متحده عربی داره، با کازاخستان داره و با کشورهای دیگر منطقه داره، اونطوری که وزارت خارجه میگه که نزدیک به 39 کشور ما دیپلمات داریم، دیپلمات فرستادیم، همین رابطه ها چه نوع رابطه است؟ این رابطه درجه دوست، این دیفکتو حالت است، به رسمیت افغانستان شناخته نشده. ما روابط رسمی دیپلماتیک با هیچ کشور جهان نداریم، با شمول چین، با وجودی که 99% تمام مراحل پروسیجر دیپلماسی را طی کرده اما اعلان نکرده. وقتی که اعلان نکنه و به جهان ایرا اظهار نکنه که این کشور ما به رسمیت میشناسم و تمام مراوده های ما که با این کشور است به شکل دیپلماتیک و سیاسی است، تا او زمان او رسمیت رسمیت نیست. ما با چین هم روابط با او صد فیصدی نداریم، چرا که چین از خاطر ترس فشارهای اقتصادی از جهان غرب این کار را نکرده، امارات متحده این کار را نمی کنه و طوری که قبلا گفته شد قزاقستان این کار را که کرده. اگر 50-60% مسائل اقتصادی است، 50-60% مسائل سیاسی هم است، چرا که روسا این کار را به ذریع قزاقستان کردن، چرا روسای تصمیم دارن که در منطقه به سطح منطقوی افغانستان روابط او سوار کنن. تشکر. اگر فرزن چینایی ها، روسا، ایران و کشورهای تشکر منطقه میکنم. طور دست جمعی تصمیم گرفتن که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسن، بسیار تشکر. قدم مثبت خواهد بود و امریکایی ها با چیزی کردن تشکر میکنم. سپاسگزار شما آقای قانت. میدانیم امارات متحده عربی از متحدان امریکاست و همینطور هم قزاقستان از متحدان روسیه، از این بود این مسئله چگونه قابل تحلیل است؟ زه فکر کوم د دواړه پیشرفتونه په یو وخت کې رامنځته شول، اما د دواړه ډیر اوږده مخینه لري او کورنۍ وظیفه لري. قزاقستان سره د روابط چې پیل شوي دي تاسې ولیدل، پخوا د روابط له اولې ورځې پیل شوي او بیا مخته تللي، بیا له تور لیست امارت وسویل هغه وروسته دلته بیلابیل سفرونه شوي دي قزاقستان ته، استانې ته د امارت د مشرانو او کابل ته د قزاقستان د مشرانو. دا پیشرفت په دغه حالت کې رامنځته کیږي چې تاسې ګورئ د مرکزي اسیا نور هیوادونه هم له امارت سره پیشرفت لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان، بالخصوص همداسې قرغزستان تر یو حده. نو طبیعي خبره ده چې روسیا په دې سیمه کې یو شین سګنال دې هیوادونو ته ورکړی تر څو د هیوادونه د امارت سره اړیکې ولري. همداسې د امریکا چې کوم متحدین دي، که هغه په منځني ختیځ کې دي، که تاسې قطر وینئ، که عربي امارات وینئ، که نور واړه هیوادونه چې تر ډېره حده پورې اقتصاد یې منحصر دی تر امریکا او د امریکا له اقتصادي بندیزونو ډېر ډارېږي، هغوی هم له امارات سره اړیکې پاللي. زما نظر دا دی چې په دې وخت کې د سیمې قدرتونه، د امریکا په شمول د نړۍ قدرتونه، ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې په دې حالت کې یوازینۍ لار دا ده چې د امارت سره د روابطو عادي سازي وشي.
خو خپل دوی نه مخکې کیږي. مو تاسو ګور روسیا مرکزی اسیا ته شین سیګنال ورکوي، اما خپل اطمینان تر اوسه تر هغې حده نه لري چې هغه د امارت سفیر ومني عملا او رامخته شي. چین په دې برخه کې پرمختګ کړی، امریکا په خپله هم تر اوسه پورې د هغوی رسمي خلک افغانستان ته سفر نه کوي، له دې وجې چې امریکا کې انتخابات را روان دي، امریکا کې د عکس العمل را پورته کوي. اما هغه هیوادونه چې شاوخوا دي ان تر اروپایي هیوادونو پورې، موږ تاسو ګورو د بریتانیا سفیر شارج دفیر دلته راځي، ملاقاتونه کوي، د فرانسې راځي، د ایټالیا راځي، د ناروې راځي، د نورو هیوادونو راځي. د دنه دا معلومیږي چې امریکا دغه خپلو متحدینو ته دا شین سیګنال ورکړی چې د دې وجې نه چې دوی له اوکراین سره، له چین سره، منځني ختیځ کې په نورو مسایلو کې اخته دي، دا به ښه وي چې د افغانستان بل مشکل سره مخ نه شي. د دې یوازینۍ لار دا ده چې له امارت سره تعامل ولري او د غیر مستقیم تعامل له ټولو اړخونو څخه روان. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. قای فاطمی، خوب میبینیم که کشورهای منطقه و جهان در تعاملی که با امارت اسلامی داشته، با توجه به سیاست خارجی که امارت اسلامی از او یاد کرده، همسان پیش میره. مثلا امارات اسلامی گفته ما سیاست متوازن و بی‌طرف را در پیش گرفتیم، در منطقه با ایران رابطه برقرار کرده، با قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین رابطه داره، کشورهای منطقه تعاملات را شروع کرده. آن طرف شما می‌بینید آقای مجاهد وقتی در نشست سوم دوحه رفت، گفت آمریکایی‌ها حتی علاقمند بودند که بیان سفارتش را در کابل باز بکنه. متحدان آمریکا در منطقه هم خوب رابطه با امارات اسلامی داره. چطور ارزیابی میکنین واقعا، هرچند که به رسمیت نشناخته امارت اسلامی را، ولی یک نگاه یکسان نسبت به امارت اسلامی فکر میکنین در سطح کلان وجود داشته باشه؟ اگر یکسان می بود حتما یک تصمیم قاطع از اگر ما دنیا را فرضاً در دو قطب بگیریم، یک قطب جهان غرب که امریکا و استرالیا و کانادا و اروپا است، و یک قطب فرضاً چین و روسیه و منطقه ما شماره که آسیای میانه و ایران و این کشورها را بگیریم، حداقل یکی از این قطبها یکسانیت خود باید نشان میداد. ما میبینیم که یکسانیت خود یکی هم نشان نداده، کلگی از ترس به امو پالیسی که امریکا اتخاذ کرده به امو روان هستن. مشکل در این است که امارات اسلامی داره به اساس امو روابط غیر منسلک با تمام کشورها روابط خود داشته باشن، اما اصلی روابط دیپلماتیک و سیاسی که احترام به خواسته های متقابل کشورها است، او را مد نظر نمی گیرند و همین علت باعث ازی شده که جهان و کشورها به این دل خوش نمی کنند، با وجود از اینکه 100% علاقه دارند در افغانستان، هر کشور علاقه داره که در افغانستان باید جای پای خود داشته باشه و یک چیزی را در افغانستان باید. از همین خاطر ما شما می بینیم با وجودی که به رسمیت نمی شناسند، اما میخوان که روابط داشته باشند تا در آینده تغییرات سیاسی و دیپلماتیکی که در منطقه و در جهان در مقابل افغانستان میه، دو از صحنه بیرون نباشند. چی تغییر باید بیاید در داخل یا از آدرس امارات اسلامی باید انجام شود؟ از آدرس امارات اسلامی ببینند خواسته هایی که جانب تعریف رسمی شناختن یا روابط دیپلماتیک همی است که خواسته های جانب مقابل که مشروع باشه، نه خواسته او را احترام گذاشتن و قبول کردن. نه خب تنها خواست اونا را امارت بپذیره. خب اگر بحث داد و ستد باشه، خب باز امارت اسلامی هم باید از اونا خواست داشته باشه. بحثی است که یک خب عملا اعلام کردن است، یک روابطی است که وجود داره، رسما سفیر میپذیره، داد و ستد داره، سفارتش را در زیر حاکمیت امارت اسلامی باز میکنه، که اعلام نمیکنه ما به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم، چی فرق میکنه؟ بسیار فرق میکنه. عدم اعلان عدم رسمیت شناختن است، اعلان به رسمیت شناختن است. شما گفتین که اگه اونا درخواست دارن، ما این نمیره میگیم که در تعامل و در تفاهم تنها خواسته ها از یک جانب نمی باشن. فرضاً جهان خواسته های خود داره، امارات اسلامی هم خواسته های خود داره. اگه اونا 5 خواسته را سر میز میگذارن، 3 خواسته را اینا هم سر میز بگذارن، از اون دو تاش رد کنن، 3 تا از اینا، 2 تا از اینا، یک جای میشه، یک تفاهم و به حساب تعامل به در میان میاد. مشکل در اینجا است که جهان میخواد که تعامل کنه، امارت اسلامی قدم به طرف تعامل نمیبرداره. بله. خواسته امارت اسلامی است، چیزی که ما میگم او را قبول کنین، چیزی که شما میگین ما او را قبول، و ما عملی را دیدیم که در نشست سوم دوحه همه گفته های امارت اسلامی قبول شد، یکی از گفته های جهان قبول نشد و این را تعامل یک جانبه میگن و هیچ وقت نتیجه مثبت نمیده. هیچ وقت شما به اهدافی که بخواین به او رسیده نمیتانید. از همین خاطر مشکل وجود داره.
جهان داره میخواد که تعامل کنه، تعامل از طرف ما وجود نداره. ما میگیم خواسته های شما غیر نامشروع است، این مداخله در امور ماست. ما میگیم که خب من حیث افغان امی خواسته هایی که تو میگی نامشروع از جهان است، امی خواسته ها از ملت است، چرا برش تمکین نمی کنی؟ چرا برش احترام نمیگذاری؟ وقتی که تو خواسته های ملتت قبول کردی، خواسته های جهان خود به خود قبول کردی، تشکر وقتی دور قبول کردی، تو قدم مثبت برداشتی به طرف تعامل و تفاهم و با امی حساب خود از تقابل دور کردی. فعلا ما داریم در حالت تعامل و تقابل قرار داریم، یکان وقت پیش میریم یکان دفعه عقب میریم. و این امی علت است که تشکر ما صراحت گفته میتونیم که ایچ کشوری در جهان تبال افغانستان رو به رسمیت نشناخته، بسیار تشکر، به صورت کاملش، از امی خاطر او کاملش دیجور میگن. ما با حالت دیجور ادعا کردن نمیتونیم که کشور در جهان ما را به رسمیت میشناسن. ما در مدید 75 سفارت در جهان داریم. در 75 سفارت ما 45 سفارت مقیم است، 30 سفارت ما غیر مقیم است. در 45 سفارت ما فعلا ادعا داریم که 39 از او با ما روابط داره، که او به سطح دوم است. در سطح دوم ما روابط داریم، اما در سطح کلی یا در سطح کامله که دیجور شوه ما با هیچ کشور روابط نداریم. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای قانت. خوب، هر کس بر اساس منافع خود شرکت میکنه، اگر امارات متحده عربی، چین است، قزاقستان است یا هر کشور دیگه، اگر فکر کنه منافعشون به خطر میفته، ممکن است هیچ رابطه ای را هم برقرار نکنه، مثلی که هنوز رسما اعلان نمیکنه به رسمیت میشناسه یا نه. فکر میکنین چرا واقعا صبر کرده و اعلان نکرده، یا حراس از چی داره؟ کشورهایی که اگر واقعا برحال قناعتشون حاصل شده. لومړی خبره دا ده چې رسمیت او رسمیت په لور تک د یو غیر عادي حکومتونو چې کله راځي او د واک په ګدۍ کښېني، دا وخت نیسي. موږ تاسې ګورو د تعامل له نشه پیلېږي، بیا تعامل پیلېږي په مثبت تعامل انګیجمنټ چې ورته وایي، او بیا په ریکګنیشن یا په رسمیت باندې بدلېږي. زه فکر کوم دا یو پروسه ده چې له اولې ورځې پیل شوې مخته ځي او یو ورځ نتیجې ته رسیږي. خو مهمه موضوع دا ده که چېرته موږ په رسمیت هم وپېژندل شو، مهمترین بحث په دغه مسایلو کې دا دی چې دا تعامل اوس تاسې مثلا ګورئ، عربي امارات د امارات سفیر په اماراتو کې مني، یا قزاقستان د امارات ډیپلومات په اماراتو کې مني. مهمترینه خبره دا ده چې هغوی چې دا هر څه کوي د خپلو منافعو له مخې کوي. آیا افغانستان کې هم زموږ د منافعو محاسبه شته که نشته؟ دا ټولو مهم سوال دی چې آیا په قزاقستان کې موږ د خپلو منافعو محاسبه لرو که نه لرو؟ آیا اماراتو کې موږ دا محاسبه لرو که نه؟ فرض وکړئ چې تاسې دا ټول سفارتونه چې مخکې فاطمی صاحب یاد کړ، دا ټول سفارتونه فعال شي او ټول ډیپلوماتان ومني او ټول د سفیرانو په کچه وي، خو بیا هم ته د ده محاسبه ونه لرې چې په دغه سفارتونو یا سفارت خو یو وسیله ده، له دې وسیلې زه څه استفاده وکړم؟ د افغانستان کومې ګټې دي؟ ملي ګټې کومې دي؟ دیني ارزښتونه کوم دي؟ هلته زه څه لرمه؟ د څه شي د مخنیوي لپاره کار کوم؟ د چشې د لاسته راوړلو لپاره کار کوم؟ که دا محاسبه وجود ونه لري، هغه ډیپلومات په سفارت او د سفارت په ودانۍ کې ناست دی او فقط هغه په اصطلاح باندې رسمیات مخته وړي. مهمه خبره دغه ده چې دغه محاسبه باید دولت پیدا کړي، او دا محاسبه علمي محاسبه ده. که دولت دا ونه لري، نشي کولی چې د نړۍ په دغه لوی ساختار کې هغه چې منابع پکې کم دي او هر څه پکې کم دي، او ټول کوشش کوي د 193 هیوادونه چې هغه لاسته راوړي، د ده لاسته راوړل شاید د حکومت لپاره ډیر مشکل وي. ولې فکر میکنین محاسبه وجود داره؟ دا به وخت سره معلومیږي، ځکه تر اوسه زه معلومات نه لرم. دا خو تر اوسه پورې موږ تاسې هغه حالت کې یو چې زموږ ډیپلوماتان تر اوسه پورې سفارتو ته ځي، منل کېږي، دا موږ ته یو پیشرفت بریښي. دا چې هغه ډیپلوماتان هلته واوسیږي او بیا موږ ووینو چې کوم سفارت کومه لاسته راوړنه لري، له هغه وروسته معلومیږي چې سړی ووایي چې آیا د ده لپاره کومه محاسبه شته که نه شته. بسیار تشکر آقای فاطمه. چطور میتونه امارت اسلامی نفع ببره از روابطی که برقرار میشه؟ طوری که استاد گرامی قانت صاحب گفت، اول شما میسنجین اهداف و استراتژی خود در کشور مقابل، و دوم وقتی که او استراتژی شما و اهداف شما از همین خاطر شما روابط استوار میکنین، در این مملکت من باید سفارت داشته باشم، اهداف ما چی است، و وقتی که سفارت میداشته باشین، شخصی را که معرفی میکنین او بسیار مهم است. از همین خاطر شما در تمام جهان ببینید دیپلمات‌ها همیشه که میره بسیار کم
یعنی 10% در جهان شما دیپلماتای جوان ببینین، 90 80 90 فیصد دیپلماتای عالی رتبه را میگم، سفیرا را میگم، شاهزادی را میگم، اینا اشخاصی هستن که 40 50 سال در امور مختلف دولت خود وظایف انجام دادن، تجربه های ملی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به دست آوردن و بالخصوص در همه مهمتر به کشوری که اعزام میشن در اون مورد از اون کشور نه تنها که معلومات کافی باید داشته باشم. اکثرا دیپلماتای وقتی ما کم از 30 ثانیه وقت داریم، چطور میتونیم نفع ببریم یا به هر حال تعریف شوه منافع؟ منافع در این صورت تعریف شده میتونه که شما کسی را که معرفی میکنین او در مورد از اون کشور معلومات داشته باشه، اهداف خود بفهمه، وقتی که اونجا میره با منافع ملی خود کار میکنه که ما چی در اینجا ضرورت داریم و اونا چی ضرورت دارن و این تعادل و معادله باید نگاه شود. که تو اگر اشاره بکنین از امارات متحده عربی و همینطور هم قزاقستان، افغانستان نفت میبره از روابطی که شکل گرفته؟ بلکل میبرن، بلخصوص از قزاقستان. ما شما کم از کم دو سه جا قلم موادی است که ضرورت داریم و ارتباط داریم و از همین خاطر ای اونا نیاز دارن به این طرف و این سپاسگزارم. اگر که با ما شما کدام سرحد مشترک قزاقستان نداره، در بین ما شما ازبکستان و تاجکستان قرار داره. تشکر، فرصت ما تمام است. مگر اونا ایران را ضرورت دارن و از ایران عبور کردن تشکر میکنم، سپاسگزارم. را عبور کردن با ما نیاز. بسیار تشکر آقای سید بلال فاطمی و آقای عبدالحی قانت، آگاهان رابطه بین الملل، از حضور هر دو مهمان گرامی. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان فراخبر.